ما خیلی مهمه که وقتی که با هم در رابطه با یه جریانی که صحبت میکنیم، بچه آخه این اتفاقی که افتاد تو گروهمون، همه وقتی که من انتقاد کردم یه اعتراضی به یکی از ادمینایی که خب عزیز بچه ها بود و همه هوای اونو یعنی طرف اونو گرفتن، من میخوام این مسئله رو اینجا، نه که الان اون مسئله رو مطرح کنم، مسئله که تو گروه مطرح شده رو نمیخوام بگم، منتها میخوام این رو تاکید کنم که این خیلی خیلی کار مهمیه که ماها همیشه اون اصل رو، اصل دفاع از حق رو به دفاع از شخص ارجحیت بدیم. یعنی من خودم هم خیلی وقتا خوشحال میشم وقتی یکی میبینم مقابل من وای میسته و میگه که این حرکتت بخواهد، یعنی مستقیم وای میسته مقابل من، ولی از یک یه انسان دیگه یا از یه حق دیگه یا از یک اصلی که به نفع تمام انسانهای دیگه هست و یه تمام در واقع تمام شمول بودن رو در نظر میگیره، از اون دفاع میکنه، من خوشحال میشم. یعنی اون موقع احساس میکنم این فرد جهان بینیش خیلی وسیع تره. امروز اتفاقی یکی از بچه ها باهاش صحبت میکردم، گفتم این خیلی سخته. ما از کوچیکی هممون یاد گرفتیم و طوری بزرگ شدیم که قبیله‌ای برخورد میکنیم. من یادمه مثلا یک بار بابای من با یکی از فامیلامون دعوا کرده بود و من رفتم خونه اون فامیلمون چون خیلی دوستش داشتم. بعد بابام گفت مگه نمیدونی ما دعوا کردیم، تو چرا رفتی؟ گفتم خب آقا من نمیدونم که حق با کیه، شاید حق با اون باشه. گفت ما قهریم، تو بلند شدی رفتی، تو باید تعصب خانوادگی رو نگه داری. یعنی این تعصبی که دفاع از دوست، مثلا ما میگیم به مادر من یه چیزی گفتی، دفاع از مادرم، دفاع از خواهرم، دفاع از نمیدونم بچه‌ام، دفاع یعنی یک دفاع قبیله‌ای میکنی. حتی دقت بکنید خیلی از این جنگ ها که ادامه پیدا کرده، اصلا طرف و رفتن یه چیز داستان بامزه ای هم تو این رابطه هست که اصلا اصل مسئله رو فراموش کردن و فقط به این مسئله نگاه کردن که خب بابا این مثلا بابای منو اینجوری زده، منم باید بابای اونو بزنم، من باید نمیدونم فلان کنم. یعنی یک مبارزه قبیله‌ای، اینو بهش میگن یه مبارزه قبیله‌ای. یعنی حالا کار نداریم که من از دوستم دفاع کنم، از مادرم دفاع کنم، یا از کسی که به هر حال، یا از جریان مثلا ملتم دفاع کنم، از ایرانی دفاع کنم. اینو همش به نظر من یک، یعنی حالا در اون قالب بذاریم، بگیم قالب مبارزه قبیله‌ای، که من قبولش ندارم و همیشه میگم ماها باید حتی اگر یک نفر باشه، یک کسی که دشمن منه، کسی که نمیدونم من اصلا خوشم نمیاد ولی احساس میکنم در یک جایی حق اون داره ضایع میشه، باید از کسی که خیلی هم عزیز من هست در مقابل اون عزیزم وایستم ولی بگم که تو اشتباه کردی. من میخوام این نکته رو بهتون بگم که ما خیلی مهمه که توی برخوردامون واقعا، البته خیلی قدرت میخواد، خیلی قدرت میخواد که واقعا اونجا وایستی مقابل کسی که میدونی که اگه ازش بخوای دفاع کنی یه موقعیت رو از دست میدی یا یک مارکی بهت زده میشه، ولی تو باید یعنی بدون نگاه کردن به این که چه پیامدی داره، اون چه که درسته باید انجام بدی. اینو همیشه تو ذهنمون باشه که یعنی مبارزمون و دفاعمون یه دفاع تعصبی نباشه. اصلا من از دوستم، بابا دیگه گذشت، دوران بروسلی گذشت، دوران سامورایی ها گذشت، دوران قهرمان بازی ها گذشت که من الان بیام بگم به دوست من این حرف زدی، فلان رو اینجوری کردی، نمیدونم به خواهر من اینجوری کرد. بابا بیم بزن خواهر من خودش میتونه، مثلا خواهر من اگر حرفی داره، و یا یه مسئله دوم این که اصلا آیا اون مبالغه‌ای که داره میکنه اصلا کجا درسته کجا درست نیست،
یه مسئله. یه نکته دیگه هم اینه که این که من امروز با یکی از بچه‌ها صحبت میکردم، گفتم اگر در 100,000 نفر یه نفر پیدا کردی که این اصل رو رعایت کرد، اون یه نفر رو واقعا یعنی چی میگن، کلات بنداز هوا و شدیدن اون یه نفر رو دنبالش باش که این حالا اون اصل چیه. ما خیلی وقتا مثلا الان فرض کن من سر یه مسئله با شما، سر تو یه پول منو خوردی مثلا، یا من پول تو رو خوردم، یا یه مشکل مالی با هم داریم، یه دفعه میاد میگه آره تو پدرت فلانه، تو من نمیدونم پری، تو مثلا فاحشه ای، تو نمیدونم چی، یه سری مسائل مختلف رو با هم دیگه قاطی میکنه، در حالی که هر چیزی در جایگاه خودشه. ما اگر میخوایم یه مسئله رو بررسی کنیم، مثلا فرض کنیم بگیم آقا جان الان یک مشکل مالیه، این فرد 10 یورو یا 100 یورو یا 100,000 تومان یا فلان فلان از قرض فلان کس رو نداره. خب همون مسئله رو دیگه قاطی نکنیم که آقا جان شخصیت این فرد چیه، نمیدونم با زنش چیکار کرده، با پدرش فلانه، نمیدونم چی. این مسئله ای که درسته که مسائل ما به همدیگه تأثیر داره و برخوردهای ما در یک مسئله ای یک آلارمیه که چجوری، یعنی یه هشداریه که مثلا فرض کن من الان دوی برخوردم بزنم، برخوردم به نمیدونم سر کارم، برخوردم توی اتوبوس، برخوردم، همه اینها یه مجموعه از شخصیت منو نشون میده و همه اینها برای من مثل یه پازل هستن که مجموعاً این شخصیت کلی رو تشکیل میدن. ولی من اگر میخوام در یک جای به یه مسئله برخورد کنم، نباید هی بیام اونو عنوانش کنم. این هم شما رو از این که به یه مسئله‌ای برخورد کنید یعنی نمیتونید اونو درست حل کنید، چون نمیتونه مادم که چند تا هندونه رو نمیتونه با هم دیگه برداره، و همین که نمیتونید اصولی، یعنی وقتی هم که توی دادگاه مثلا فرض کنید میخواین یه مورد اجاره ندادن یه نفر رو بررسی کنن، نمیان بگن که خب پدر تو مثلا قاتل بوده، تو مثلا فلان جا پول فلان کس رو خوردی، تو نمیدونم فلان فلان، همونو در جای خودش نگاه میکنن، مورد دیگر هم در جایگاه خودش نگاه میکنن. منتها اگر خواستن که مثلا فرض کن حکم بدن، ممکنه بگن شما اینجا این حکمتون با اون حکمتون با اون حکم دیگه، مثلا فرض کن ممکنه که این جریمه این جریمه اینه جریمه این اینه اینه، ممکنه مثلا یه سال شما بشه 3 سال به خاطر اینکه 3 تا خطا با هم دیگه کرد. اینه که ماها این مسئله رو خیلی مهمه که یعنی این اصولی بودن خودتون رو نشون میده، قوی بودن خودتون رو نشون میده که شما چقدر مسلط به مسائل میتونید برید برخورد بکنید و هر چیز رو در جایگاه خودش نگاه بکنید. این یه مسئله. دوم این که خیلی از ماها که این که من گفتم از 100,000 نفر اگر یه نفر رو پیدا کردی که اینجور نباشه، مثلا فرض کنیم من خودم یه با یکی از این یه نفری بهش قرض داده بودم، باهاش یه دعوایی شد، اومد قرض عقدش سر قرض من خالی کرد، تا الانم 5 ساله اون 600 یوروی منو نداده که تو فلان کارو کردی. خب این که ما انتقام یه چیز رو سر یه چیز دیگه بگیریم، این خیلی رایجه. تو فلان کارو کردی، حالا منم مثلا فرض کن که میرم نمیدونم قرضتو نمیدم، حالا مثلا یه دعوایی کردیم، این خیلی مهمه. باز در همین زمینه ها شما اگر دعوا سر یه مثلا فرض کن یه موضوعی کردید، اون موضوع رو انتقامشو یا مثلا عقدهشو یا ناراحتیش رو سر مسئله دیگه خالی نکنید، بگید این جایگاه خودشو داره، اون جایگاه خودشو داره. من اگر در یک جایی به تو، و همین که خیلی قاطی میکنیم اینها رو، باعث میشه که طرف حتی مثلا فرض کن اگر من الان به یه کسی قرض دادم، بعد مثلا میام میبینم که دو یه دعوایی داره میشه، با خودم میگم که ای الان من اگه از این فرد دفاع کنم، از مقابلش دفاع کنم، شاید پول منو نده ها. همین مسئله چون تو جامعه ما رایجه، باعث میشه که حتی ماها ناخودآگاه فرصت طلب میشیم و ناخودآگاه باج میدیم،
محاسبه میکنیم، کالکولیرن میکنیم، آره اینجا مثلا این کار بود، نه بعد یه دفعه یادم میاد آخون ادمین منه، اگه فلان کنم ای تمام حسابای مالی من دستشو فردا الان من انتقاد بکنم میره الان میاد اینجوری میکنه اونجوری میکنه فلان. نمیگم از ذهن خود منم نمیگذره ها، هنوزم منم که منو که دارم این حرفا رو میزنم بازم باور کنید همیشه باید یه زیبانابر که تو درون من هست، همیشه باید مواظب و زیبا، هنوز انقدر قوی نشدم، انقدر ملکه نشده برای من توی وجودم که مرا اشتباه نکنم که بابا عزیز من اصلا گور پدره نمیدونم مسئله مالیت، بذار طرف مالت هم اگه میخواد عقدش و سر مسئله مالیت خالی کنه عقدش و سر. هنوزم مثلا فرض کنید که من یه دفعه با یه کسی دعوا میکنم، یه دفعه میگم ای وای الان میره اون کانالی که مثلا فرض کنیم با هم داریم الان کانال منو چیزها حک مثلا داره، الان تمام اون فیلم ها رو نابود میکنه ها، یا نمیدونم فلان، چون این بلا سرم اومده دیگه. بابا من دوست پسر خودم با حاشیه دعوایی کردم رفت تمام سایت منو حک کرد، اون یکی اومد هارد منو برد. حالا اینا رو دارم میگم از دوست پسرای خودم هستن و اونایی که نزدیکترینم، منشی خودم که عزیزترین کس برای من بوده که واقعا نزدیکترین کس اصلا ایشکید، یعنی دیگه نمیدونی این محدثه چه کارایی میکرد. آقا بزرگترین ضربه رو به من زد سر یه چیزی، شاید اصلا سر یه استکان، سر یه چیز خیلی کوچیک، اینقدر ناراحت شد رفت به من یه ضربه بزرگ سر یه چیز دیگه زد. خب چرا؟ به خاطر اینکه ما مسائل رو در جایگاه خودش نمیبینیم. میخوام بهتون بگم اگه تو 100,000 نفر یه نفر پیدا کردید همونو کلاتونو بندازید هوا. حتی من که خودم دارم اینو بهتون میگم واقعا باید مواظب باشم که مبادا در زمینه های ناخودآگاه این وسوسه ها میاد، ناخودآگاه این وسوسه ها میاد و باید خیلی انسان، خیلی انسان، نمیخوام کلمه شریف به کار ببرم، خیلی انسان واقعا باید توی یعنی برخوردش اصولی و یعنی نمیدونم دیگه چیه چه کلمه بگم که اخلاقی نباشه. به هر حال این دوتا نکته بود که در رابطه با این مسائل خواستم، مسائلی که تو گروه ما امروز پیش اومده بود بهتون بگم که و برای خود من ناراحت کننده از این جنبه بود که دیدم تقریبا توی این 50 نفر چقدر بچه ها همینطور قبیله‌ای برخورد کردن، اصلا مسئله رو ندیده اومدن مسائل یا قاطی کردن مسائل رو با چیزای دیگه قاطی میکرد، یا یه کسی دیگه انگی میزد به، یعنی یه چیزای اتفاق افتاد که برای خود منم بگم چند ساعتی بگم دپرسم کرد، چند ساعت ها، یعنی مجبور شدم که برم یه هوای آزاد نفس 10 تا نفس فلان و کلی کارهایی بکنم که اون موجهای منفی رو از خودم دفع کنم. ولی میخوام بگم که اینها همش تجربه است. به بچه ها میگفتم بچه ها اصلا یه موقعی این حالتهایی که پیش میمار گفتم هممون داریم برون ریزی میکنیم، هممون داریم خودمون رو نشون میدیم، هممون این یعنی زندگی واقعی، این یعنی ارتباطات واقعی. و این که ماها توی این رابطه ها ببینید دعوا که میکنیم، اتفاقا دعواها خوبه، بعد از این دعواها تازه ماها میتونیم واقعی تر با هم بشیم، حرفایی که نگفتیم رو به هم بگیم و از نترسیم از دعوا. نترسیم بابا، ما از کوچیکی همیشه فکر می‌کردیم ای وای ماما بابامون صداشو بلند کنه چه اتفاق میفته، بابا جان بذاری حرفا زده بشه. و الان که گروه هم با وجودی که خیلی از بچه‌ها رفتن، ولی من خیلی خوشحالم از این که باز بچه‌ها رو به نوعی دارمشون، احساس میکنم که حتی این بچه‌هایی که یه بد و بیراهایی هم به من گفتید، حالا همه تون اینجا هم هستید ولی خب اشکال نداره، حالا گذاشتم چون کشا خوب حرفاتون رو هرچی دوست داشتید گفتید، ولی اب نداره، من دوست دارم به من یعنی اصلا بوت نشم زیبا فلان. اون گروهی که اول داشتیم که یه دونه مثلا زیبا ممکن بود که مثلا یه حرفی بزنه همه تایید کنن، نه، و الان دارید وای میستید و مثلا مبارزه میکنید با من و چند تا هم نسارم میکنید و چند تا هم فوش میدید
اب نداره دیگه، فعلا حالا این کارا رو بکنید به خاطر اینکه میارزه، به اینکه هممون قوی بشیم و هممون احساساتمون رو بلافصل بگیم و آنچه که دوست داریم رو ملاحظه نکنیم. در نهایت من فکر میکنم که خیلی خیلی این اتفاقات خیلی خیلی خوب بود. برای همین به بچه‌ها گفتم که صبر کنید چند روزی بگذره، یه ذره این طوفان بره، یک ذره سیل دیگه، سیل و طوفان و زلزله و نطق‌گروه ما ایجاد شده، یک کم بعدش که هی هم بچه ها اصرار میکردن زیبا بیا جواب بده جواب بده. من خودم دیدم که اگر الان جواب بدم یه مقدار اموشن و احساساتم خیلی ممکنه تاثیر بذاره و نتونم اصولی برخورد کنم، نتونم منطقی برخورد کنم، واسه همین بذاره عقب نشینی کردم. حتما این که نیستش که من همین الان با جواب بدم. بچه ها اینم خیلی خیلی مهمه که وقتی ما احساس میکنیم که همون لحظه مهم نیست، این اصلا خیلی در سری جواب دادن مهم نیست، مهم درست جواب دادنه. من وقتی میدونم ممکن الان توی حرفام تو برخوردام یه حرفی بزنم که نتونم فرداش اصلا احساساتم توش بیشتر دخالت بکنه، پس برای همین چی کار میکنم؟ یه ذره عقب نشینی میکنم، یه مقدار با تعقل بیشتر. و این همیشه توی دادگاه های درست و اصولی که من به شما گفتم ماه پیش یه دادگاهی رفتم که خیلی خیلی خوشم اومد، اصلا انقدر قشنگ مسائل رو بررسی میکنن، اینو اون مثلا این در این زمینه مثلا ده تا فرصت بدن، بعد دیگه تو این رابطه استراحت بکنی، بعد بری اگر میخوای سوالی رو جواب ندی نده، یا مثلا پاز میخوای بگو، یا یعنی که اون تمامیت برخورد اصولی حفظ بشه. خب حالا اومدم سراغ شماها تو این فاصله ببینم چیا گفتید. این یه نکته بود، دو تا نکته دیگه نوشتم بعد براتون میگم، حالا ببینم که چی گفتید.